آرزو وطن ما جور شم، نیاز نیه که ما بره به کشور همسایه کار کنه، کار فرمان باشه که همه جوانا کار کنه. قریه به نام دستگل، همونطور که شما در تصویر بیننده هستین، واقعا هم این قریه دستگل است. من میگم شاید از این خاطر بگه دستگل که سرسبز است. دیگه جوانای ما هم بیکاره و صورت سرکار نیه، کار غریبی نیه، همیشه سرگردان و کشورهای خارجه، میره به ایران میره. دیگه ایران هم که میره خوانم و کشور مردم بیگانه هم فهمیده، اذیت و آزار به جوانای ما میده. دکتر تصمیم تمی است که دکتر شوی بخیر؟ بله. 100% تصمیم داری یا که نه؟ حالا فعلا برای ما جلو داری بریم گفتیم که من میخوام دکتر. نه 100%. خب به نام یاد خدا، سلام بیننده های عزیز، وقتان بخیر، امیدوارم که دارای صحت کامل باشین. بعد از قریه کشکک که گفتم حدس بزنیم ما کجا آمدیم، عزیز عادل آمدیم به قریه به نام دستگل. همونطور که شما در تصویر بیننده هستین، واقعا هم این قریه دستگل است. من میگم شاید از این خاطر بگه دستگل که سرسبز است، با وجودی که معلومات هم ندارم. اول قریه هستیم که بریم در داخل خود قریه، شما به تصویر بیننده هستیم که این قریه خیلی سرسبز است. این که چرا این قریه را دستگل میگن، نظر خودم که گفتم چون سرسبز است همونطور است یا کدام معنی دیگر داره ما هم نمیفهمیم. با ما همراه باشید، بریم در داخل قریه دستگل، با مردم قریه دستگل هم آشنا بشیم و بفهمیم که چطور یک مردم داره. با ما باشید، بریم در داخل قریه. امیدوارم که از این گزارش شما، از این برنامه ما در داخل قریه دستگل هم شما لذت ببریم. اول برنامه هستیم ایزادل، اگر به قریه تان نرفتین حتما نام قریه خود هم برای ما کامنت کنین تا از قریه تان هم گزارش داشته باشیم. خب دوستای عزیز، در داخل قریه دستگل هستیم. همونطور که قبلا گفتم، از نظر خودم شخصا، طور که شما هم به تصویر بیننده هستین، اول قریه هستیم و این قریه خیلی سرسبز است. پس که میگه دستگل، واقعا دستگل هم هست. و اکنون هم یکی از بزرگان این قریه در کنار ما استاد است، میخواهیم اون معلومات قریه دستگل و ای که قریه دستگل دستگل است یا خیر با ما شریک سازه. عیسی محترم سلام علیکم. و علیکم السلام. وقت شما بخیر. خوب است؟ سلامتی. تشکر، سلامت باشید. یک معرفی داشته باشید، نام زیبایتون عزیز. اسم عبدالغفار، فرزند عبدالشکور از قریه گلستان. این قریه دیگ آمشه. بر بلندی به نام دستگل و بر پایینی به نام گلستان. آها، خود دستگل هم باز دو قریه شده. یکیش دستگل، یکی گلستان. یکیش گلستان. این منطقه که هست منطقه گلستانه. گلستان. میره تقریبا از نصفه و او گرده جز به گلستانه. یعنی گلستان و دستگل یک قریه در کل هست؟ در کل یک قریه بوده. بوده، باز اونا خود را دو بخش شده. دو بخش شده، تذکره گلستان جدا شده، همه کاری جدای. گلستان، یعنی سب شده این قریه را نگه دستگل؟ یا از بس که سرسبز و از بس که گل و گلکاری زیاد داره مردمی گلستانش. یعنی این گلستان یعنی سرسبز، دستگل هم واقعا هم سرسبز. سرسبز هم هست دیگه، به می خاطر اینو بزنم یاد کردم. گلستان و دستگل گذاشته. گلستان و دستگل چقدر نفوذ دخواد داشت؟ تقریبا این گلستان تنها بالا از 500 نفر داره. نه، ما منظورمون اردو قریه دستگل فقط بر ما بگو. اردو ان شاء الله 700 800، یعنی بالای 1000 نفر بگیریم صحیح؟ زیر 1000 نفر میشه. یعنی 1000 نفر تقریبا. تقریبا 1000 نفر نفوذ داره قریه دستگل. دستگل گلستان. همین شغل خودتان چه؟ خود شما کشاورزمه. خودت کشاورزی، شغل مردم شما چه؟ هم کشاورزی. بیشترین کشاورزه. یعنی تمام مردم دستگل و کشت کشاورزی مثلا. فقط کشت کشاورزی، بعد مغازه داره.
خب بازار هم به شما نزدیک هست؟ بازار دیگه نزدیکه، حالا که جا خشماس دیگه یک پلی وسط ما و بازار. به اصطلاح بعض مردم دیگه، شما دیگه مردم شهری هستین دیگه، تقریبا تا دیدید نزدیک به بازار او. آها، یک سوال دیگه. بله. اما وقت دولت سابق به همین که جنگ میشه به شما که مزاحمت نمیشه؟ ما اجرات کردیم. ما اجرات کردیم. اجرات کردیم. کلا رفت. وقت اینجا جنگ بود دیگه، بود هیچ کس تی گلستان و دسته گل هیچ کس. به شما مزاحمت زیاد بود دیگه. ما یک چند روز اینجا موندیم، نماز تراویح رو ششته میخوندیم. به خاطر که جنگ بود نه؟ جنگ بود، جنگ بیخ شدید بود. حالا خب علی فیلان دیگه، حالا دیگه فیلان آرومی یک پاریس میگنم دسته گل گلستان. هم تا آرام 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 آرام. خدا را شکر. هیچ آثار باستانی و آثار قدیمی هم داره؟ نه نداره. هیچ چی نداره. یعنی یک کاری دیگه از خیلی وقت نمیشه؟ نه. شاید 30 سال بیشتر نباشه؟ بیشتره. 30 سال بیشتر است. آثار قدیمی دیگه هیچ چیز داره؟ هیچ نداره. داخل کاریت هم وجود نه. درست. فقط یک تپه خورترم بر قبلی است دیگه. هیچ چیز. تشکر. سلامتی. ما هم چنو. و همین سوال ما بود که دسته گل چرا میگه واقعا دسته گل هم است؟ ان شاء الله که سبز است. هست. اگر کدام گفتنی به ازاک برنده است دارید بفرمایید. نه دست شما در نکنه، خیر ببینید. بخیر باشید. ممنون. تشکر. زنده باشید. سلامت باشین. سلام. بله برندگان عزیز، با ما همراه باشید، بریم داخل قریه دسته گل و بفهمیم و ببینیم که آیا این قریه دسته گل است یا خیر. جای شما ایزان خالی در داخل قریه دسته گل هستیم. ساعت هم 4:00 است دیگه، یعنی در داخل بازار همینجا قرار و پل نشستیم، همینجا منظره خود میکنیم. خیلی یک منظره خوبی هم داره ایزان، داره این طرف شما ببینید که بهترین منظره است، او طرف یعنی یک سر یک چهارراهی ما نشستیم دیگه. دیدیم که یکی از نوجوانان عزیز این قریه هم دنج نشسته، گفتم باشه که میتو پیشش بشینم چند دقیقه اختلاط کنم که نامش چیه و چه کاروبار میکنه. ویری من مطمئن هستم که امی همه این جوانای قریه های اطراف که هست حتما امی یا گسپند داره یا خیزیمین های زراعتی مصرف هست، یک تعداد خیلی اندک درس میخوانه. ببینیم که لالای ما چه کار میکنه. اجازه خواستم. آفرین. سلام، خوب هستی؟ واسه بخیره. سلامت باشی. اسمت چیه؟ نورالله. نورالله جان بچه کنی؟ بچه محمد نیم. نورالله بچه محمد نیم از قریه دستگال. بله. چی کار میکنی نورالله جان؟ چه مصرفیت داری؟ شغل ما فعلا درس خوندن و حال فعلا درس و تعدیل و مسجد بنا و مسجد سید قاسم هم اینجا هست درس میخونه. ماشاءالله. درس مدرسه میخونی؟ خب مکتب هم گفتی میری؟ بله. خب صنف چند؟ ششم. صنف ششم. خب من مطمئن هستم که اول نمره هستی؟ نه اول نمره نیستم، سوم. چندم؟ سوم. چرا اول نیستی؟ اول دیگه گرفت از پیشم. یعنی اول بودی از پیشت گرفت؟ یعنی تو بچه هم اینجا پیدا میشه که از تو بیشتر درس بخونه؟ خیلی پیدا میشه کم؟ خیلی پیدا میشه اینجا خب شما دیگه هم درس خونه بچه های من اینجا که هست دستی گل تمام بچه های درس خونه بزنو نیه بزنو دیگه کشو ورزی و دیگه شغل. خب حالا خود درس خونه است دیگه؟ بله. خب درس مدرسه هم میری؟ خب در آینده دف داری میخوای چه کار شوی درس میخوانی خودت؟ در آینده دکتر. دکتر. تصمیم تمی است که دکتر شوی بخیر؟ بله. 100% تصمیم داری یا که نه حالا فیلان برای ما جلو داری بریم گفتیم که نمیخوام دکتر شوی؟ نه 100%. خب وقتی که از مکتب فارغ شدی تا صنف 12 خواندی، باز تصمیم داری که بری شهر درس بخونی یا نه؟ تصمیم دارم بری شهر درس بخونم. دکتر شوی دیگه؟ بله. آفرین. چرا شغل دکتری رو انتخاب کردی؟ به خاطر چی؟ تو یک دفعه خوشم اومد دکتری. یک دلیل خود داره. خدا چه خوشت اومد؟ یار دلیل ندار دیگه، من یک دفعه دلیل دارم. مثلا پیسه زیاد است یک یا که میخوای برای هموطنان خودم کار داشته باشی؟ ای نه، من همکاری برای هموطنان. همکاری برای هموطنان دیگه. از این خاطر دکتر انتخاب کردیم و ما بخیر 2 سال بعد بیایم. نه 2 سال بعد نه دیگه، 6 سال بعد. نه 20 سال بعد. خوب یک دکتر تو خوب یک دکتر بشی که برسی دیگه، درسته؟ بله. بیایم بگم دکتر نورلا در قریه دستگل بگه وقت نداره کاکا، برو 4 روز بعد بیا نوبت به خود دیگه، درسته؟ ایتم خواست شد؟ نه دیگه، تا اگه
فارغ باشیم خو کار نمیشه. ان شاء الله میشه بگو خواستن توانستن تک دکتر خوب بشه بخیر کمی تمام غلیکان اومد بگیره. چطور؟ خوب است نه؟ آفرین. حالا میدین نشستی به خاطر چی رو برام بگو؟ یه میدین نشسته دیگم تو بیکار شدم تو مو اینجا نشسته خور کردو. دست خور از بر کردم تو مو. خب این دیگه تال استراحت مینه دیگه. یک تو اینجا استراحت نمیشه موتور بیا تیر شد سیکل بیا تیر شد ماشین تیر شده دادم بیشتر خسته میشه دیگه. همین که بس گفت کام شیشته بود صدا کام ما مود به شیشته. مو خمودش کوکات نمیدره رفته بخنده. او کمال رفته کمال ما شیشته بود. آفرین خیلی. برای ما یک شعر اگه دار یک شعر بخون که ایزا بیننده ام و شعر دکتر سیبرم ببینه چطور یک شعر داره. شعری حال ندارم شعری دکترها بدون شعر دیگه باز خوب مزه نمیده. بعد دکتر یک شعر خود داشته باشه. شعر خود از استاز و ایت چیزا شعر دیگه مون نمیتونه. هیچ چیز نمیتونه. شعر دیگه نمیتونه بگن. خب دکتر سر من اگر زمال شما رو دکتر میگم درست است؟ بله قبول داره خودت. بله درست است. دکتر سر کدوم وقت بازی هم میکنید داخل کریه امرای بچه ها؟ او خوب نمازیگری ها مثلا میره سر فوتبال تمکیچو. شما شما لغتا کمینه شما اینجا؟ نه شما چه بلغت تک زمستون میکرده وقتی که گله باره حال نمیشه. حال شما بلغت تک از مود افتاده دیگه. او حالا تب مخوره بچه و بله زمین و خوشگل. سرشیشه میگفتیم. او سرشیشه ایتی حالا بله اینو هسته بجال. اگه دوست دارم خودتو نام میگه دیگه چی بجه دارین دیگه؟ گله بجال فوتبال دیگه بازی های محلیه دیگه. بازی های محلیه آفرین. استاد عزیز یک چیزی که من امروز دکتر صاحب چند دقیقه صحبت کردم فهمیدیم که واقعا استعداد داره. یعنی خواستن توانستن است. اگر نورولوژیان کوشش کنه اگر این ویدیو مرا فامیل نورولوژیان ببینه از اونا درخواست یا هم خواهش میکنم که ما شرایط درس خواندن برای نورولوژیان برابر کنم. من مطمئن هستم که یک آینده خیر روشن داره و گفت دکتر میشم حتما هم دکتر میشه ان شاء الله خواستن توانستن. نورولوژیان تشکر. زنده باشی. اگه کدام گفتنی کدام پیام به ایزا که بیننده است دارید بفرمایید. همی باشیم فرمایش ماست خوب خوب خوشحال باشی حتمان باشی. سلامت باشی. جور باشی. جور باشی ماشاءالله. سو عزیز واقعا خوشحال شده که یک همچین نجوانا یعنی ما داریم. خیلی استعداد خاص داشت. همین گفت زدنش ما ببینیم که یعنی خیلی با یک خونسردی کامل صحبت میکنه. خب با ما همراه باشیم بریم تا آخر کریه هم بریم. بعد شاتا از کریه دست گل بیننده باشیم و ببینیم که این دست گل دیگه نوجوانای دسته گل مثل نورولوژیان داره یا خیر. پس با ما تا آخر این گزارش همراه باشید. بله بینندگان گرامی دوباره برگشتیم. باز هم در داخل قریه دسته گل هستیم و به شکلی از باشندگان این قریه ببینیم که مردمان این قریه دسته گل که یک قریه را گرفته به یک دسته گل تبدیل کرده چه کاروبار میکنه و چه مصرفیت داره. آقای صاحب سلام وقت شما بخیر. سلام علیکم. خسته نباشید. بخیر باشید. خوب هستید. سلامت باشین. خوب هستید ان شاء الله. الحمدلله شکر. سلامت باشید. سلامت باشین. یک معرفی داشته باشین نام زیبایتون. اسم ما ظلمه از قریه دسته گل ولسوالی قلیکا ولایت فراه. حساب چه کاروبار چه مصرفیات؟ ولا مصرفیات ما دیگه به حساب کشاورزی و همه باغداری دیگه همین سالهای خشک که پی در پی می آید. ما به حساب کشاورزی هم چندان درآمد دست آورد نداری. همه خطرات و زرده و آفتا و همه باغ و باغات و کشت و کار ما را همیشه ضایع داره. دیگه به اون صورت درآمد والا ما به حساب وطن قریه درآمد نداریم. دیگه جوانای ما هم بیکاره و صورت سرکار نیه کار غریبی نیه. همیشه سرگردان به کشورهای خارج میره به ایران میره. دیگه ایران هم که میره خوانم و کشور مردم بیگانه فهمیده اذیت و آزار
به جوان ها ما میده. دیگه اینجا ما هم به حساب مجبوری میریم به خارج میریم. دیگه نمی افغانستان ما و شما خانمی تو بدبختی چند سال 40 سال جنگ و فقر و بدبختی بوده. اینمی اقتصاد ضعیفه دیگه به اون صورت فهمید اقتصاد نیه. جوان ها سرکار نیه، بیکار هست، درآمد نیه. انمی مشکلات ها هست، مشکل کمابی هست، مشکل آفت ها به حساب زراعت بسیار آفت های شدید همیشه پی در پی همیشه در هر سال می آید. در آمودا ضعیفه دیگه. درست هست شما گفتیم که در بخش زراعت وظیفه دارین دیگه. من مشهورترین میوه شما چیه ده اینجا که خوب حاصلات بده و خوب حاصل میده؟ میوه به حساب میوه باقی که هست به حساب انگور و انار و عناب همیسو میوه خوب حاصل میده. حاصلات خوبه. حاصلات خوب داره دیگه. یعنی باز اقتصادا ضعیف است به حساب کم آبی است. حساب کود و سم و چیزا دسترس نداره ما خوب حاصلات به صورت نداره. درست است سایی صاحب خداوند مهربان است ان شاء الله بخیر مشکلات هم حل شود. ما که در داخل کاری دستگل آمدم واقعا خیلی منطقه دیدم خیلی خوشحال شدم چون اکثر جا میرم سرسبزی نیست دوست عزیز خوش خوشحالی است خشک است مردم نال درخت هیچ نکرده ولی کاری دستگل واقعا سرسبزی زیاد داره یوسف یعنی بر ما خیلی خوشایند بود. خب یوسف امی غذای محلی شما مردم چی اگه مردم بر ما بگین؟ غذای محلی ما خود اگه به حساب امی گوسفند کسی که داره فهمیدی بر سال چند تا گوسفند میکشه با خود دیگه بیشتر یعنی به حساب همی برنج و لوبی و همی ماس و شیر و لبنیات همی غذای ما مردم همی صاحب چند دقیقه هم صحبت بکنیم راجع به فرهنگ شما. یک جوان اگه در اینجا ازدواج بکنه چقدر شما از مهریه میگیریم؟ مهریه اینجا دیگه به حساب پشکش یکم سنگین است. مهریه تقریبا 4 لک و 5 لک و همه اکثریت 4 لک 5 لک به حساب مهریه رواجه. باز به می اصطلاح ما مردم دیگه شما مردم شهری هستین دیگه نزدیک به بازار هستین پیشکش شما خیلی گران است دیگه 4 لک 5 لک بیخ زیاد حساب نیست. ولو 4 لک 5 لک زیاده خو تو نمی رسم رواجه بین مردم همین رواج مانده می تو اگر نه خیلی حالا به حساب جوانای حالا که درآمد نداره 4 لک 5 لک بسیار یک پول ان گفتی دقیقاً درآمد نیه پول زیادیه. دیگه نه مردم ما هم خدا انصاف بدن همین رواج سابقه از دیم که مانده می تو مانده اگر نه نباید اقدر پشکش باشه که مثلا مریه تایی اندازه 4 لک 5 لک بعض جا تا وقت جایا هست که به 8 لک و 9 لک هم رسیده با 8 لک و 9 لک داخل این منطقه 9 لک افغانی داخل این منطقه به حساب عقد کرده. درسته. ما به نمایندگی از تمام جوانان افغانستان میگم با امید آن روزی که همین مهریه کم شوه فوق دو لک بیشتر نباشه یوسف نی دیگه ان شاء الله ما هم خوب خیلی به زی گفت خوشحال و خوش میشی که مهریه اصلا این خوب به حساب شریعت هم ممکنه یک چیز ناجایز باشه دقیقا. چون خوب نیه مهریه دیگه خیلی زیاده 4 لک 5 لک به این بی درآمدگی ملت افغانستان بسیار پول ان گفتی دیگه خدا کنه که ما یک لک و یک و نیم لک هم تا بیشتر هم نباشه بله چون جوان ها ما بخواه نمی درآمد نیه و میشه خار و ذلیل به کشورهای خارج بخاطر همی مریه و زیاد سرگردان هنه میشه همیشه وقت و جوان ها که مهاجر هم میرن نگه مجبور است که دیگه همون جگر در راه از بین رفت فرق هم شد مجبور است برای به ایران بره بخاطر از این که پیشکش گیران است. باز هم میگم با امید آن روزی که این پیشکش ها کم شوه و جوان های عزیز ما دیگه مجبور نشه و تنها ترک کنه بخاطر از این که برای پیشکش پیدا کنه و مسافر بشه. ای صاحب تشکر از شما بابت معلومات شما. این معلومات ما میخواستیم اگر کدام گفتنی کدام پیام به ایزاک برنده است دارید بفرمایید. دیگه خیر ببینید خدا من اجر بده به شما و همکارا شما دیگه فقط خدمت در خدمت شما عرض میگنم که ما هنمی به حساب کشاورزی اقتصاد ها ضعیف است. سم و کود و به حساب باغ و باغداری و زراعت هنمی مشکلات کمابی است. مشکلات اقتصاد است که به حساب کود و سم و وسیله کشاورزی در دسترس نداریم به حساب ترکتور و حالا اگه دولت ما مردم همکاری کنه میتونه ما کشاورزی خور فهمید دقیقا بیشتر درآمد بیتر داشته باشیم. درست است. هنمی بالاخره که ما امکانات در دسترس نداری هنمی کم مشکل با ما درست است. مشکل کم آبی و همه حساب و سم یک نقطه خیلی خوب را اشاره کرد چون این مردم ما هم یک در بخش زراعت وظیفه داره
و یک تعدادشان باز امو وسایل مردونه زرم نداره. بله. و از ریاست زراعت ولایت فرا نه بلکه از ریاست زراعت افغانستان درخواست میکنیم. بله. که همراه زراعین همکار باشد تا باشد که یک حاصلات خوبی به دست بیاره و اونها هم خود غنی کنه. بله. همین که از کشورهای خارج فهمید رو گردون باشیم به حساب زراعت، حالا که ما و توان تراکتور داشته باشیم، امکانات آب داشته باشیم، نیاز نداریم که برای جوان ما به خارج بره، فهمیده به خارج سرگردان باشه. دقیقاً. ما اقتصاد هم ضعیفه به خاطر می عقب ماندگی کشاورزی. دیگه درخواست ما هم از وزارت زراعت، از حساب از ولسوالی گرفته تا به وزارت، همین درخواست خواهش اینه که با ما کشاورزا همکار شه، فهمیده به زراعت کم پیش ببره، همکاری کنه و رسیدگی کنه به مردم زراعت کار. دقیقاً. حساب ان شاء الله خان مهربان است. ان شاء الله. تشکر از شما. بخیر باشین. بینندگان عزیز با ما همراه باشید، بریم چند شاد از قریه دستگل بیننده باشیم و دوباره برمیگردیم. و یک نکته هم باید بگم، این قریه واقعا یک آب و هوای خوبی هم داره، چون سرسبز است و آب و هوایش هم عالی است. بیایم خود ما وطن خود آباد کنیم، همونطور که خود این مردم وطن خود آباد کرده و درخت کرده و نال کرده، برای فعلا بهترین آب و هوا رو داره. با ما همراه باشید و دوباره برمیگردیم. بله بینندگان عزیز، دوباره برگشتیم در داخل سلامتون رو بگیم. بازار کره دستگل هستیم و خود کره دستگل هم یک بازارک داره، فکر کنم چندین دکان داره، درست است؟ و شما هم به تصویر بیننده است، اینا هم جوانان کره دستگل است. اینکه جوانان در اینجا چیکار میکنه و چه مصروفیت داره باشه که از لالا بشنویم. لالا جان سلام علیکم. سلام علیکم. وقت بخیر. خوب هستی؟ سلام. بخیر. شکر. بخیر باشید. یک معرفی داشته باشید نام زیبایتان. ولی محمد محمدی از سولی قلیکو پشت کو ولایت فرا. ولی محمد محمد بس. محمدی. محمدی. ماشاءالله محمدی سب سرعت بیخی زیاد است. استرس خیلی بالا. مشکل استرس نیست، چون ایزا خودش را میفهمه که در اینجا هیچ وقت خبرنگار نمواده که ایزا شما امراشان صحبت بکنیم، باز خامخواه استرس هست، اون مشکل ما در نظر نمیگیریم. ولی ماشاءالله صورتتان خیلی عالی هست، وقت نباشدن صحبت کنه، خیلی خوب است. خب محمدی صاحب چه کاروبار، چه وظیفه دارن، چه مصروفیت؟ بله اگه ما خب میره ایران برمگرده دیگه جوان هم که ببینیم بشته اینو کشت کشاورزی داره دیگه بی... خیلی کم کارگرین، خیلی کم بشری اینا ایران مره. جوان ها شما دیگه اکثریت ایران را هست؟ ایران میره دیگه. خودت هم ایران رفتی؟ خودم ایران میرید. ایران شش ماه اونجا هستی، باز پس میرید؟ اینا رو میخوریم باز پس میرید؟ سیستم شما دیگه میره کم شد؟ سیستم کار ما میره. درست است. در آینده هدف داری میخوریم؟ مثلا همیشه وقت خیمیت بشه یا کدام برنامه برنامه خاص دار روید است که مثلا دیگه ایران نری؟ اگر می برنامه میتری که باشه خیلی میشه از ما میتری. الان میتری. همه باید بری و برگرد. تا زنده بشه میتری. زنده باشه میتری. بری و برگرد. خوب است سیستم. کار فرمان باشه اینجا نیاز نیست که به کشور همسایه بری کار کنی. رویه مردم ایران بیشتر همراه شما؟ خیلی بد. خیلی بد. خیلی بد. اصلا احترام از درد دوام صفر است. صفر صفر. پاک پاک. پاک است. احترام احترام. همیتو. میگه ای افغانی است. ای صدش نام نگم میده. ولی بعدم شما مجبور هستین که بری ایران بریم دیگه. چاره نیه. همینجا یک کاروبار برای یک دیکان و خود باز کن. بازار به شما نزدیک است. کشت کار بکن. نمیشه. هیچ رقم روی نداره. اگه پول باش میشه، اگه نباش نمیشه. پیسه که نباشه باز کارم نمیشه. کارم نمیشه. حتما نیاز است پیسه. حتما پیسه نیاز است. تو برو یک سال الان این مشوره ما است دیگه. یک سال برو اونجا مثلا شب و روز زحمت بکش، باز با اون جمعای خود پیسه زیاد از اینجا باید میتونی کاروبار برابر کنی، یک دکان باز کو بالاخره دیگه ایران نرو. پیسه که ما میره پس برمیگره تو می پیسه هم تمومه. خیلی جالب است دوستان عزیز. ای محمدی صاحب ایران میره این بسه سال 6 ماه اونجا است کار میکنه، باز 6 ماه دیگه میام اینجا استراحت میکنه، میخوره قرض میکنه، باز پس میره. خیلی تو مجبور ولی هر چی کسه که میگه چه خوش شدی باز میفته، باز تو میشه این سفرانه. درست است. بعد مکل سنگین شد. خب جوونا شما در اینجا کدام وقت ورزش میکنه؟ فوتبال، والیبال، کدام بازی؟
اگه خوش که تو فردا میمیدن اینجا سرزمین فوتبال مسابقه است. مسابقه جام شروع میشه انشالله که همونجا میمیده کل مردم میدیده که چه علاقه منده به فوتبال داشت. فردا ساعت چند بخیر؟ چهار نیم بخیر شروع میشه. اینجا اگر به دوزبار خود لسولی مرکز ولسوالی انشالله فردا بخیر که برنامه بکریه دوستابات است یا دوزبات است بعد اتمن دستار بزنیم انشالله که ما شما ببینید سرزمین فوتبال تشکر چرا هم فوتبال دست مردم غلیکا واقعا هم ایزا دل این مردم غلیکا پیر و جوانش دیگه باز عاشق فوتبال است یا فوتبال نه در کل ورزش دیگه بیشترین و همین میره اینا بعد میام اینجا فقط کار بود می نکنه بایدم فوتبال ادامه میده دقیقا محمد صاحب یک سوال شخصی دارم از شما امی من خیلی ازار دیدم که موبایل امی تو ترجیب خود میکنه امی هدف چی؟ هدف اینه که ما فهمیم که شما موبایل دارین یا امی تستال خودتان خوشتر امی استال دیگه خواهد چیز خواستی نیست ما باز فکر کردیم امی ترزی که مردم بیدن بگو با ما موبایل داریم آیفون است یا نوکیا است با خبر شوید اگه چه نشی موبایل هم از خود منی هست دیگه کسی خیلی موبایل دیگه کسی دیگه شما یک سال میزن یک سال درست است محمد سه وقت ما زیاد نمیگیریم جوان هستیم آخرین سوال اون بزرگترین آرزوی که در دل داره چی یک برآورده نشده آرزو وطن ما جور شه نیاز نیه که ما بره به کشور همسایه کار کنه کار فرمان باشه که همه جوانا کار کنه کار در وطن باشه که ما مجبور به مسافرت نشویم ما اونجا بیری همه گپ همه شنویم منت ایرانی استای هر گپ که دل بخواه بیزنه از سرباز بگیر تا رایت از دولت تا ملت تا ملت هم میگه کسی رو که افغانی است میگه صد اشنام میده برش خیلی بخیر با امید آن روز برای فیلان خال الحمدلله امنیت است فقط هم خواهش ما از امارات اسلامی است با وجودی که بر ما امنیت آورده فقط بر ما امی کاربار هم جور کنه که امی جوان ما نیاز نیه که بره به کشور همسایه کار کنه به کشور خود خوب باشه کار هم اینجا باش بره سرمرز اورخ بعد اینو قاچاقی میرم چه دارم که پاسپورت دارم میره یا دو ماه یا سه ماه چهار ماه پنج ماه شش ماه او رو هم که کار کنم پس بیا سر یک ماه تمام خدا اینجا رود صد رو پیه دو صد رو پیه باش بیتره از ایران شلا خداوند مهربان است زنده باش کدام گفتنی به ایزا که بیننده است به مسافرین عزیز که از مندکی خودتان است دارد بفرمایی چیز خاص نداره چیز خاص نداره همین تو حقیقه هم گفت که دیگه حساب لالا هم خیلی خراب است بخشم بدید زنده باش بخیر باشین عزیز عادل به تصویر شما بیننده است اینا همگی جوانان قریه دستگل است که نه فهم حتما همگی یا بیکار است یا مثل محمدی صاحب ایران میره و باز اینج می آید اما مصارف که از ایران هم آیده که داشت اینو باز میخوره باز پس میره با امید آن روز که بخیر در وطن هم کار باشه و یه ایزا مجبور نشه که مسافرت کنه و مهاجرت کنه با ما همراه باشید بریم چند شاد از کاری دستگل بیننده باشیم و دوباره بر بگردیم سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام باشی که لالا هم گفتنی داره حالا خوب که هست انشالله بخیری سلامت باشید یک معرفی داشته باشید نام زیبایتان نام زیبای ما خدا بخش ولد ملک مازلو از کره دستگل ولسوالی قلیکا پشت تشکر خدا بخش عزیز گفتیم ملک مازلو پیرتان دیگه خوب سرمایه دار است ملک هست ملک بوده ملک قریه بوده بله در زبان قوی ایران باز ما فهمیم دوست هست کسی که ملک بوده حتما سرمایه دار انشالله بله امشب بخیر میام دیگه خدا بخش اختطاف میکنیم بود از پدرش پول میخوایم خیلی سرمایه دار نه خدا بخش پدرم فوت کرد خدا من بیام از رفیق شکر کردم ببخشید دیگه مزرد میخوایم خوب چه کار بار چه وظیفه دارم خودت برادر ما هم میره ایران میای شما هم مثل محمدی صاحب دیگه ایران رو هستید هم یک سوال شما که ایران میرین دیگه اونجا حتما زحمت هم میکشیم خواری هم میکشیم چرا اینقدر آواش چاخ شدین زندگی دلیلش چی میتونه باشه دلیل اینه که ما میره اونجا کار حتما راحت تره خدا شکر کار یا اونجا خوشتر میگذره خوشتر بله. اینجا که باز بیم بازتر میگذره پس لاغر خوشتر یاد فرق داره خدا را شکر که خودتان راضی باشین رفیق زحمت میکشین ولی محمدی صاحب درد زیاد داشت گفت ایران میریم ما را اصلا مزه نمیده و مردم ایران امرا ما رویه خوب نداره تا گپای گفت برام بله و هر جو خوبی بدی خورد داره هیچ بله شما طرفدار مردم ایران هستین نه ما طرفدار همه جا هست که کسی که ما طرفدار از اون نیست این هست که هر جا بره بر ما خوش باشه کار باشه وطن ما کار باشه ما بهتر و از وطن مردم بهتر از یک سوال شما درس نخوندین خودتان چرا درس خوندی تا صنف چند 12 دیگه نخوندی نه چرا نخوندیم که مشکلات زندگی باید برای کار کنی بیا اقتصاد اقتصاد امی اقتصاد مشکل اصلی ما مردم امی است که جوان تا صرف 12 درس خوان 4 سال دیگه میخوان بیتین وظیفه رو به خود میگیره بله ولی تا صرف 12 درس خوان که خوب درس یاد گرفت بعدم بیل خوب در دست خود بگیره بگم من 12 فارغ شدم خوب کار کنم بله بله بعد از 12 باید یا بازگر شی یا برای ایران سفرت بری ما مردم که باز میخوان بازگر شیم درس دیگه نخونیم بریم مستقیم بازگر بشیم باز بهتر باشه خب بازم امی هم یک مدرک هست درس خوندن هم یک چیزی هست واقعا
دردا غما زیاد است. بله بله. خداوند مهربان است. ان شاء الله وقتی کاروار جور شود، جوانای عزیز که مثل خودتان است، از تمام افغانستان مجبور نشه که مهاجر بکنه، بالاخره به ایران برسه. ان شاء الله خداوند کشور ما رو آباد کنه، وطن ما آرام باشه. تشکر رفیق. شما حتما یک آرزو هم در دل دارین که برآوردن شده، درسته؟ بله، آرزو ما اینه که مثلا اگر ما اینجا در این کشور خو میبیدی کاروار میبی، ما مسافرت نمی رفتیم. بله، بدون آرزو تان می است. بله ان شاء الله. ان شاء الله برآورده شدن از آرزو هم من مطمئن هستم که سالها سال وقت میگیره. بله، زیاد وقت. زیاد وقت میگیره. حالا امیدوارم که این تو بشه. در نسل ما نشه، در نسل جدید ان شاء الله بلکه بشه. همین تو بشه. و یک سوال دیگه هم، شما دوست دارین که اولاد شما هم مثل شما باشه یا اونا درس بخونن؟ نه، اونا درس بخونن. چیزی بشه برای خود. خود شما خود زحمت زیاد نکشید. بله. همین بچه‌ها خود بذارین که درس بخونن، ان شاء الله یک دکتر یک معلم شه که باز نام شما هم خیلی یاد شه. ان شاء الله. فلانی فرزند خدا بخش دکتر است یا این دیگه است. خیلی عالی، تشکر. کدام گفتنی به ازاک بیننده است داری به مسافرینی که از کری دستگل است دارید بفرمایید؟ ان شاء الله که هر جا باشه خوش باشه، به خیر به وطن برگرده. ان شاء الله روزی داره که به همه دور هم باشه. ان شاء الله. ان شاء الله. بخیر باشه. ان شاء الله هم شما خوش باشه، موفق باشه. تشکر. ما که زحمت های زیاد بکشی هر جا می روی، ما هم یک از دنبال کننده های تین استای شما هستی. موفق باشی، عزیز شما در ما که ببینیم که جوان ها خوش باشه، ما هم خوش میشیم که مثل محمدی سب ناراحت باشه، ما هم تا خونه بریم. نه، ما هم ناراحت نی، ان شاء الله خوش باشیم. تشکر رفیق، سلامت باشین. بخیر، سلامت باشین. ای زاد دل با ما همراه باشین، بریم چند شاد از کریه دستگال بیننده باشیم و دوباره برمیگردیم. خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظه پایانی برنامه. یک چیز رو بعد بگم، من از بازار وارد قره دستگل شدم، از خود مرکز قلعه‌گاه آمدم، قره رو تمام کردیم، شاتا خود گرفتیم، ولی متاسفانه تابلوش این طرف زده است. این من نمی‌فهمم چرا، یا ما اشتباه آمدیم بالاخره یا تابلو رو اشتباه زده. به هر حال روی تابلو هم می‌بینیم که نوشته است قره دستگل ولسوالی پشتکو. بله، همانطور که شما دیدین که واقعا یک منظرگاه های زیبا و دلنشینی داشت این قریه، این که قریه دستگل میگه واقعا هم یک دسته گل است. امیدوارم که از این گزارش شما در قریه دستگل لذت و لذت ها برده باشید. از عادل هر قریه که بریم سعی میکنیم هم تمام قریه را شاتاش داشته باشیم و چند تن از عزیزان هم مصاحبه داشته باشیم. فقط یک ریسیفید ما نیاز داریم که اون معلومات کریر بر ما بده، بعدش دیگه هم دوستا عزیز اون جوانان جوانا هر کس که باش چند دقیقه اختلاط میکنیم که چه کاروبار و چه مصرفیت داره. باز هم میگم امیدوارم که گزارشات ما مورد تاییدتان باشه، از گزارشات ما لذت ببرید. ازاد باز هم قریه بعدی را شما حدس بزنید که کدام قریه خواهیم بود و کدام قریه خواهیم رفت، و اگر به قریه تا نرفتیم نام قریه خود هم بر ما کمند کنید تا باشد که با ما قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی، ولایت به ولایت را با ما بیننده باشید انشاءالله.